من پا میشه میاد اونجا، وقتی میاد اونجا پشتش خالی میکن، میذارن پسرموش و داییش و اینا میکشنش حسینو. یعنی حسین رم توسط ایرانی ها کشته شد. از اون موقع که بعد قیام های شده و حال بگذرم اینا، از اون موقع این تازیان، این بنی هاشمشون، این فکر افتادن که در مقدس سازی اینا هزینه های سنگین رو پرداخت کنن و اینا رو مقدس کنن در برابر اون بنی امیه اونوری بودن. متوجه شدی؟ این باید دقت داشته باشین. حالا اینها الان چیزی که میگن چی میگن؟ میخوان بعد، چون من این حرفا رو که به شما میذارم، این درس هایی که به شما سیاوش اوستا میده، از شما تقاضا میکنم که اینا رو به پدر مادراتون برسونید، به عمه خاله دایی هاتون برسونید، به اون اکثریت خاموشی که نمیان در کوچه و خیابان از شما استقبال کنن، از شما پشتیبانی کنن، به اونها برسونید که اینها از پای سجاده و تریاک و خماری 1401 ساله بلند بیان به شما بپیوندند. تا اینها به شما نپیوندند پیروزی در کار نیست، چون نسل نو و جوان تو خیابون ولی پیرپاتالا تو خونه، و تا زختی بچه ها رو میزنن میکشن، 20 روز 30 روز 15 روز نیستن، میبرن اینا رو اذیتشون میکنن در زندان، که میدونین چه میکنن، اذیت میدونید یعنی چی. میگم توی 19 سال اومد کتک نخورده بودم که توی 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدا در نمیاد اونقدر جیغ و داد کردم، ولی تا آخری لحظه احضار پشیمونی نکردم. تو برابر غیرت داشته باشید، بیشرف های اکثریت خاموش. بعد این پدر مادر نه که همون فریفته جو حسن و حسین و فاطمه و اسلام تازی هستن، اصلا براشون مهم نیست، یا یه پولی در اختیارشون رژیم میذاره یا ترس و وحشتی، و اینها سکوت میکنن. به جای سکوت باید بریزید توی خیابون. همین سال 98، همین سال 88، همین سالهای قبل، سالهای قبل، همین 44 سال پیش، بیش از 200,000 خانوار بچه هاشون کشته شدن. شما اگر میومدین در خیابون 400-500,000 نفر پوف میکردید، توف مینداختید، این رژیم سیل برده بود، سیل برده بود. نیامدید و نمیایید و بیشرف هستید. این بیشرفی که میگن بعد قبل از هر چیز به